سلام دوستان، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به دلیل استقبال شما با مجموعه عکس‌های جالب شماره 2 در خدمتتون هستیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. ویدیوی خودمون رو با ژست جالبی از عارف عزیز مقابل دوربین عکاس مجله جوانان در سال 53 شروع می‌کنیم. در ادامه این عکس زیبا رو داریم که از سمت چپ زنده یادان عطاالله خرم، ویگن دردریان، همسرش خانم کارن و کارو دردریان نویسنده و شاعر رو می‌بینیم. اعتبار بعضی از عکس ها اونقدر بالا هست که باید سر تعظیم فرود آورد. از سمت راست به ترتیب زنده یاد فریدون مشیری، محمد علی کشاورز و فرهاد فخرالدینی هستند و این عکس در سال 71 گرفته شده. توی این عکس خانم فرخنده گلفشان همسر اول استاد محمد رضا شجریان رو میبینید. حاصل این ازدواج سه دختر به نام‌های فرزانه، افسانه، مژگان و یک پسر به نام همایون شجریان می‌باشد. محمد رضا شاه پهلوی در حال قدردانی از آپیک یوسفیان، استاد نصرت الله وحدت، زنده یاد نادره و زنده یاد پرخیده. افتتاحیه فیلم مسافری از بهشت در سینما پلازا سال 1342 در تهران. شهرام شب‌پره، داریوش اقبالی، بهزاد مسروری، اندی مددیان و کوروش شاهمیری اواخر دهه 60. عکسی زیبا با حضور 4 بانوی هنرمند تئاتر، رادیو، موسیقی و سینما و تلویزیون ایران، از سمت راست به ترتیب خانم توران مهرزاد، زنده نام دلکش، زنده نام شهلا ریاهی و خانم پوری بنایی در اواخر دهه 70. زنده نام خانم جمیله شیخی، بازیگر مطرح تئاتر، سینما و تلویزیون و مادر آتوسا و آتیلا پسیانی. طلوع 9 اردیبهشت 1309 زنجان، غروب 2 خرداد 1380 تهران. یادش گرامی باد. استاد علی نصیریان و خانم فخری خوروش در نمایش کلم به کارگردانی استاد اسماعیل شنگله در سال 1350. در ادامه این عکس زیبا رو داریم از زنده یاد پرویز حجازی در کنار خانم گوگوش و زنده یاد پوران. پرویز حجازی تهیه کننده سینما در پیش از انقلاب و صاحب کاباره باکارا در خیابان پهلوی تهران بود. آقای اسدالله یکتا، خانم لیلا فروهر و زنده نام مجید فریدفر در نمایی از فیلم مراد و لاله به کارگردانی صابر رهبر سال 1344. ایشون خانم فیروزه مقدادی همسر سابق آقای صدائبی هستند. حاصل این ازدواج منجر به طلاق 3 دختر می باشد: اصل، سایه و خاتون حامدی. مراسم جشن ازدواج هنرمند عزیز خانم فاطمه معتمداریا در سال 1360. خواننده محبوب آقای مرتضی برجسته در دوران سربازی. ایشون متولد 8 شهریور 1330 در تهران هستند. مرتضی در سال 1360 از ایران خارج شد و به آمریکا رفت. او دارای 2 دختر می باشد. این عکس در سال 1348 در پادگان شاهرود گرفته شده. زنده یادان خانم مرضیه و هوشنگ پورنگ، خبرنگار و از فعالان رسانه. سال 54 در تهران، صاحب قرانی منزل زنده یاد مرضیه. و در اینجا آقای مسعود کیمیایی و همسر سابقش خانم گوگوش رو داریم که این عکس پس از خارج شدن از ایران در تورنتو در سال 2002 گرفته شده.
دیروز و امروز ستاره سینمای ایران در دهه 40 و 50 خانم کتایون امیر ابراهیمی. تصویری دیده نشده و زیبا از اجرای همایون شجریان نوجوان و استاد محمود اناری در مراسم عروسی افسانه شجریان و مرحوم پرویز مشکاتیان در دهه 60. عکسی زیبا از مراسم ازدواج زنده نام خسرو شکیبایی و همسرش خانم پروین کوشیار، همسر دوم ایشان در سال 1360. مراسم جشن ازدواج خانم گوگوش و محمود قربانی، از سمت راست زنده یاد صابر آتشین پدر گوگوش، زنده یاد ویگن دردریان، زنده یاد ایرج رستمی بازیگر سینما و زنده یاد عطاالله خرم نوازنده ویولون و آهنگساز شهیر ایرانی، هتل میامی سال 1346. آقای داریوش فرهنگ رو میبینیم در کنار همسر سابقش خانم سوسن تسلیمی و خواهرشون سال 1356. حاصل این ازدواج یک دختر به نام توکا فرهنگ میباشد. این عکس جالب هم عکس دوره همی در منزل زنده یاد هایده در لس آنجلس در سال 1364 هست. به ترتیب شماره هایی که در عکس میبینید: 1 زنده یاد هایده، 2 کیوان نوری پسر هایده، 3 کامران نوری پسر هایده، 4 عباس شاکری آخرین همسر هایده، 5 فرانک میرقهاری بازیگر مطرح سینمای ایران در دهه 40 و 50، 6 سهراب مهوی از دوستان هایده، 7 مرتضی معروف به موری از دوستان هایده. این عکس جالب هم از دیروز و امروز علی کوچولو و مادرش هست، خانم فرزانه کابلی و امید آهنگر. جمعی از بزرگان عرصه هنر: خانم ژاله علو، پوری بنایی، زنده یاد تقی ظهوری، همایون تبریزیان، زنده یاد ایرن زازیانس. اواسط دهه 50، خانم ژاله سام، زنده یاد هما روستا، خانم پوری بنایی و زنده یاد سید علی میری در نمایی از فیلم دیوار شیشه‌ای به کارگردانی زنده یاد ساموئل خاچیکیان سال 1350. آقای سعید راد رو میبینیم که الان در سریال دل هم بازی میکنند و خانم ملوسک در نمایی از فیلم کنیز به کارگردانی آقای کامران قدکچیان سال 1353. زنده یاد محسی و دخترشون خانم سحر نازمیان رو میبینیم و در ادامه سحر نازمیان دختر خانم محسی به همراه دخترشون ناتالی. در این عکس گوگوش 17 ساله رو در کنار همسر اولشون آقای محمود قربانی میبینیم. زنده یادان هایده و محسی در کنار مادرشون خانم زینت بلغاری در دهه 50. این عکس مربوط به آخرین دیدار آقای بهروز وثوقی و پدر و مادرشون در سال 1377 و در ترکیه هست. رضا شفیعی جم و زنده یاد فرخلقا هوشمند در نمایی از فیلم دو همسفر. آقای بهرام بیزایی به همراه دخترشون نیلوفر که حاصل ازدواج اول آقای بیزایی با خانم منیر اعظم رامینفر می باشد. آقای داریوش ارجمند به همراه پسرشون امیریل ارجمند در سمت چپ تصویر و برادرزادشون آقای برزو ارجمند در سمت راست تصویر. این عکس جالب از آقای امین حیایی و همسرشون خانم نیلوفر خوشخلقه در نمایی از فیلم مزاحم به کارگردانی آقای سیروس الوند در سال 1380. آقای ایرج طهماسب در کنار دخترانشون یاسمن و گلناز.
در پایان این ویدیو نظر شما رو به این ویدیوی زیبا از بانو سیمین غانم در شوی رنگارنگ در تیر 1356 و ترانه مرد من جلب می کنم. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این مجموعه هم لذت برده باشید. لطفاً نظر خودتون رو در مورد این عکس ها به صورت کامنت با دیگر همراهان ما به اشتراک بگذارید.